سلام گلکای مقبول. سلام. چطور هستن؟ خوبی. خوب هستن؟ بله. نام خدا و شما چی دخترک مقبول هستن؟ نامک چی هسته؟ حسنی زهرا. نام خدا چی نام مقبوله؟ نامک خودت چی هسته؟ محمد پارسا. خدا نامک خودت چی هست مقبولک؟ محمد نای ناسنی. نام خدا چی بچه‌های مقبوله، چی دخترکای نازنینه. از میان گل‌های باغ زندگی در روز جهانی کودک به شما باغبان‌های باغ زندگی سلام عرض می‌کنم. چی حال احوال دارین؟ شما پدرها و مادرهای عزیز خوب هستین؟ جور هستین؟ خدا کنه که جور و صحتمند باشین. راستی عزیزان، ما در کنار گل‌های باغ زندگی آمدیم، در کنار کودکان زیبا. اما سوال دارم از شما، تا به حال به چهره کودکای عزیزتان دقت کردین؟ دیدن که چقدر اینا نازنین هستن، چقدر اینا شیرین هستن، اونا شیرین زبان هستن. چهرهشان هیچگاه غمگین نیست، هیچگاه غم ندارن، به خاطر از اینکه اینا موجودات پاک هستن که دلها و قلبهایشان بریا هست، هیچگاه وابسته نیستن به چیزی و همیشه آزاد هستن، دلها و قلبهای پاک و بیکینه و بریا دارن. دقت کنین به چهره های بسیار صمیمانه اینها و خالصانه و صادقانه اینا. عزیزان بیننده، مادرها و پدرهای عزیز از کنار کودکای عزیز و گلهای باغ زندگی بعد از یک میان برنامه همراه ما باشین که کارشناس برنامه را دعوت میکنیم و میخواییم نسبت به کودکان عزیز شما با شما گفتگو کنیم. خب خانواده های عزیز و مادرها و پدرهای عزیز، یایی که خوبتر بگویم باغبانهای گلهای باغ زندگی، بله باز هم همراه شما هستیم و شما هم همراه ما باشین. خواهر خوب ما استاد رضایی همراه ما هستن و در کنار کودکای عزیزی که امروز آمدیم و در روز جهانی کودک با شما عزیزان هستیم. خانم رضایی سلام و خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همینطور همه عزیزانی که اینجا هستن. ما امروز مهمان زیاد داریم خانم رضایی. بسیار بسیار عالی. کودکای عزیز است که هر کدام چهره های بله بله چی بگویم دیگه، چهره های معصومانه و طراوتی که آدم از وجود بچه‌ها میگیره روی خود آدم هم تاثیر میذاره. بله. بسیار فضای شاد و فضای به عبارتی فرح بخش است. ان شاء الله که خداوند توفیق رو به ما بده خانم ظهوری، که اگر سنن بزرگ میشیم بله، ولی لطافت کودکیمون و پاکی او، خلوصی که در روح و روان بچه‌ها هست، انشالله در ما باقی بمانه. دقیقا. اگر به تقویم از لحاظ به قول معروف تذکره سالها افزوده میشه و سن ما بالا میره، بله، ولی لطافت رو هیچ از دست ندیم، چون او پاکی و صفایی که در وجود اطفال و کودکان هست با هیچ چیز دیگه ای در دنیا قابل مقایسه نیست. دقیقاً. ما به این فکر میکردم فرمزایی که یعنی دنیای کودکانه و ای که ما چقدر غافل هستیم، ای کاش ما هم بتانیم پس برگردیم به همین دنیای کودکانه و به صورت کودکانه یک چند وقتی زندگی کنیم و ببینیم که چقدر این دنیای شیرین هست و چقدر هم زود گذر. بسیار خوب خانم رضایی، میخواییم یک کمی در مورد کودکان عزیز ما صحبت کنیم و ای که امروز روز جهانی کودک هست. بله. و یک دفعه دیگه به همه شما والدین عزیزی که کودک عزیز در خانه دارین تبریک میگم و بیاین همه امروز یک بهانه قرار بتین، کودکانتان را امروز به صورت خاص و ویژه بغل کنین و بگوین که امروز روز توست، در آغوش بگیرین و آنها را ببوسین که چقدر حسنه داره و چقدر عجز داره به خاطر این کار. چون میفهمم که والدین عزیز ما همیشه این کار میکنن، ولی امروز به صورت خاص این کار انجام بتن. خانم رضایی، میخواییم که در مورد نامگذاری روز جهانی کودک بگوین برای ما که چرا این روز نامگذاری کردن و به هر حال تاریخش چی است؟
قطعا بینندگان عزیز ما بسیار اطلاع رو دارن و آگاهی رو دارن که بر اساس تقویم بین المللی 20 نوامبر روز جهانی کودک نامگذاری شده. وقتی میگیم روز جهانی کودک، چرا؟ میدانید که در تقویم بین المللی ما بسیار روزهای متفاوتی داریم، خانم زوری. مثلا یک روز داریم روز بانجان رومیست، روز زن، روز مرد، روز کودک، متفاوت. بحث نامگذاری به صورت خاص در مورد خیلی از چیزهای دیگه در سطح جهان اتفاق میفته، ولی وقتی که میگیم روز جهانی کودک، یعنی نیازی که در کلیت جامعه جهانی دیده شده است که برای توجه خاصی که لازم هست و باید برای کودکان اتفاق بیفته، یک روز رو همه ی کشورهای جهان، یعنی با یک به عبارتی تمایلی برای یک اشتراکی که همه به صورت خاص در یک روز خاص تمرکز و توجهشون رو به کودک داشته باشن. کمایی که مقصودی نیست که در بقیه روزهای سال کسی به طفل و به کودک هیچ توجهی نکنه، این صرف فقط یک روز. بله، ولی وقتی که تاکید رو بحث روز جهانی میشود، مقصودی است که همه ی کشورها خودشان را ملزم بدانن، همه ی دولت‌ها و همه ی حکومت‌ها خودشان را ملزم به این بدانن که در یک روز خاص برنامه‌های خاصی را داشته باشن و حتی به یک منظور دیگه سال به سال، یعنی از امسال به عبارتی سال آینده، تمام کارکردهایشان را در رسته کودک به صورت خاص مورد بررسی قرار بدن و حتی در جامعه جهانی به صورت کلی نگاه کرده نگاه بکنن به اینکه در رسته کودک خودشان در رسته کودک چه تلاش‌ها و چه فعالیت‌های اتفاق افتاده و از طرفی چه مشکلاتی در مورد کلیت جهان وجود داره، کودکان در کدام قسمت‌های جهان بیشتر مورد آسیب هستند، چه اتفاقاتی در سرتاسر دنیا اومده، در کدام کشورها و در کدام منطقه‌ها بیشتر کودکان دچار آسیب هستند، آسیب‌هایی که در طول این مدت برای اتفاق افتاده برای کودکان چیست، و به صورت کل تعیین روز جهانی در موارد متعدد و از جمله روز جهانی کودک توجه ویژه و خاص یکی نکته توجه است که بس ارزیابی‌ها، آسیب شناسی ها، نگاهی به این که چه اتفاقاتی افتاده، چه کارهایی اتفاق افتاده و انجام شده و چه کارهایی انجام نشده و لازم هست که انجام بشه. پس یعنی که نشان دهنده اهمیت از او هست. یعنی زمان کودکی و دوران کودکی از اهمیت بسیار خاصی برخوردار است. به خاطر همون ما هم روز جهانی کودک داریم و چه خوب است که حالا بیایم اهمیت کودکان را برای بیننده‌های عزیز بیان کنیم که کودک و به هر حال در دوره کودکی چه نوع دوره هست اصلا که وقتی ما میگیم اهمیت داره، یا اهمیتش در چی هست؟ اولی که بگویم که دوره کودکی از چه زمانی شروع میشه، مثلا محدوده کودکی در چه سنی گفته میشه، بعد باز بیایم بررسی کنیم و ببینیم خب حالا که کودک مثلا در این سنین هست چه حقوقی داره و به هر حال اونها صحبتایی داریم امروز. بسیار عالی. در مورد اینکه کودک کیست، لحاظ مقطع سنی تشخیصش، مشخص کردنش، بس اینکه بیداره که خام زوری از چه نگاهی و با چه روی کردی به قضیه میکنیم. کما اینکه یک زمانی هست که ما نگاه ما مثلا بیشتر روانشناسانه است، ما در بحث روانشناسی رشد مقاطع متعدد رشد که تقسیم بندی میکنیم، دوره به عبارتی کودکی جدا میکنیم، بعد وارد دوره نوجوانی میشیم، جوانی، میان سالی، کهن سالی و پیری یا فرسودگی. درست. بر اساس تعریفی که در روانشناسی رشد داریم، باز دوباره برمیگرده به اینکه سن شناخت، یعنی تقسیم بندی میکنن در چه سنی چه کسی به عبارتی انسان داره چه توانایی هایی هست. در دوره کودکی باز دوباره اوایل کودکی داریم، من بر اساس روانشناسی رشد اوایل کودکی داریم، اواسط کودکی داریم و بعد پایان کودکی دیگه نداریم، آغاز نوجوانی. نوجوانی این بحث رشد است، یعنی نگاه به اینکه توانایی های او فرد در چه قسمتی هست به لازم. اما به لحاظ متفاوت است. بله، بر اساس تعریفی که شما میکنید، مثلا اگر از بحث رشدی نگاه بکنید، تعریفش است که دوره از بعد دوره 2 سالگی، چون اونجا کودک طفل محسوب میشه، درست. از 2 سالگی، از زمانی که به اصطلاح من در او شکل میگیره تا قبل از دوره نوجوانی، رو به دوره کودکی محسوب میکنیم. ولی به لحاظ حقوقی که بیشتر مد نظر ما هست، متناسب با او چیزی که ما امروز درش قرار داریم، روز جهانی کودک، گفته شده در کنوانسیون به عبارتی حقوق کودک، گفته شده همه افراد زیر 18 سال به اونها کودک اطلاق میشه، مگر اینکه متناسب با قانون داخلی یک کشوری سن کمتر باشه. زیر 18 سال. ولی یک تعریف دیگه به لحاظ، من احساس میکنم که بر اساس باز دوباره در خود کنوانسیون آمده، که مقصود ما و تعبیر از کودک کسی است که به لحاظ عدم رشد مناسب اول جسمانی و بعد ذهنی نیاز به حمایت و مراقبت ویژه داره. نیاز به مراقبت ویژه حالا والدین یا خب یکی به لحاظ جسمانی اون توانایی رو نداره، پس امروز به لحاظ رشد جسمانی و دومی به لحاظ رشد ذهنی و شناختی اون توانایی رو نداره که از خودش مراقبت بکنه و این فرد نیاز به حمایت و مراقبت ویژه داره. حالا این حمایت و مراقبت ممکن از طرف والدین باشه، ممکن کودکی باشه که والدینش نداشته باشه، سرپرستان دیگری، یا اینکه خب دولت‌ها وظیفه موظف هستن که کما اینکه در همه کشورها در نظر
گرفته میشه. کودکان بی سرپرست سازمان ها، انجمن ها، بله، و نهادهای دولتی هستن که وظیفه ایشان حمایت و مراقبت از این کودکان است. حالا فرق نمیکنه، شاید مثلا یک کودک در سن مثلا 13 سالگی بتونه توانایی از این رو داشته باشه که متناسب با فرهنگ خودش یا به صورت خاص خامزوری متناسب با، ببینید در خود کنوانسیون هم گفته شده، مگر اینکه مطابق با قوانین داخلی هر کشوری سن کودک کمتر تعریف شده باشه. مثلا ببینید یک نکته است، اگر که ما بر اساس قوانین شرعی و به عبارتی قوانین اعتقادی اسلامی خودمان، ما مثلا برای سن ازدواج برای دختر حداقل سن ازدواج را 11-12 سال در نظر میگیریم، پس زمانی که دختر 12 سال ازدواج میکنه قطعا دیگه کودک نیست، چون ازدواج کرده. یعنی نگاهی که به او داریم به عنوان فردی که به عبارتی توان بالقوه مادر بودن رو داره، این همسر، یعنی فردی که وارد یک به عبارتی حیثیت خاصی شده، همسر فردی است که خودش بس بله دیگه دیگه احساس مسئولیت میکنه و میتونه مسئولیت زیاد داشته باشه. پس برای این در خود کنوانسیون هم به این تذکر داده شده که اصل این است که ما تا 18 سالگی در سن کودکی در نظر بگیریم، مگر اینکه متناسب با قوانین داخلی یک کشوری این سن کمتر تعریف شده باشه. خب که در کشور ما اگر بحث سن ازدواج رو داشته باشیم، متناسب با قوانینی که در کشور هست، قطعا وقتی که گفته میشود که سن ازدواج دختر حداقل این سن است، پس در اون سن دیگه اون کودک فرض نمیشود، یعنی اونقدر بلوغی رسیده که قابلیت ازدواج کردن داره. درسته، پس از 18 سالگی وارد جوانی میشه دیگه، درست؟ پس بر اساس تعاریف بین کودکی و نوجوانی رو با هم کودک فرض کردن به لحاظ حقوقی بیشتر مند نظر هست. خب حالا اگر بیایم بررسی کنیم این که خب به هر حال بحث حقوق کودکانه که به هر حال قسم که ما و همه والدین عزیز میفهمن که حقوق دارن کودکان ما که جز وظایف و مسئولیت های عمده والدین محسوب میشه، بیایم حقوق کودکان بررسی کنیم. بسیار همالی، من اجازه میخوام که هم از شما هم از همه بینندگان عزیزی که برنامه رو میبینن یک تقسیم بندی متفاوت داشته باشیم. یک تقسیم بندی حقوق است بر اساس کنوانسیون حقوق بشر و به عبارتی پیمان نامه حقوق کودک. یک بررسی است که نگاهی که دین مبین اسلام داره نسبت به حقوق کودک، و یک نگاه دیگری است که ما از رویکرد روانشناسی و از نگاه تربیتی به کودک داریم. خب زوری ببینید، بر اساس کنوانسیون حقوق کودک گفته شده است که حقوق متعدد و متفاوتی در این کنوانسیون ذکر شده، بله، که از جمله حق آموزش هست، حق به سلامت هست، حق بهداشت هست، سلامت، بله، حق همبستگی خانوادگی هست، حق داشتن آزادی بیان هست. خب خانم زوری، من ترجیح میدم اول از نگاه دین مبین اسلام وارد این قضیه بشیم که بر اساس تعابیر و تفاصیلی که ما در دین داریم حقوق کودک در دین مبین اسلام چیه. قطعا عزیزان بیننده ما شاید زیاد شنیده باشن این روایت رو که از وجود نازنین ائمه معصومین روایت شده است که فرموده، بله، است که حق الولد علی الوالد ای یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن. حق فرزند به طور کلی بر پدر و مادر این است که ایو حسن اسمه، یعنی اولین چیز که دقیقاً در کنوانسیون هم به اشاره شده، بله، حق ثبت نام است، حق نامگذاری است، حق ببینید با نام هویت می‌بخشیم، با نام شناسنامه، وقتی که به عبارتی نام فرزندی، نام پدر و نام مادر رو در تذکره او ثبت می‌شود، یعنی هویت او تثبیت شد، این فرزند پدر او کیست، مادر او کیست، اهل کدام منطقه است، در کدام کشور به دنیا آمده، بله، در چه تاریخ به دنیا آمده و سن او از این بعد چگونه ثبت خواهد شد. درست. پس ببینید این که می‌فرماید که ایو حسن اسمه، نام نیک گذاشتن، نامی که با فرهنگ، با هویت، با اعتقادات، با بله، مسائل عرفی و اجتماعی هماهنگ باشه. ببینید تاکید بر ایو حسن اسمه، این که نام نیکو بگذارد، این که باید از همون ابتدایی ترین قضیه به عنوان گاهی وقتا نگاه ما خام زوری به اسم فقط درستن. متاسفانه که امروز بیشتر هم رایج، بله، شده، یک نگاهی است که خب نام تک باشه، تکراری نباشه، دفیقا، فلان نباشه، و حالا که ده ما در بحث اعتقادات ما نیست که نکته مهم اینه که قرار است پایا و مانا باشه تا پایان عمرش، بله، لذا همه دقتایتان بکنید که مفهوم داشته باشه، معنا داشته باشه، الگو داشته باشه. و پس بحث اسم گذاری است. بعد میفرماید که ایو حسن ادبه، او را درست تربیت کردن. خب بیرن خانم رضایی، چون اشاره میکنم که ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، پس اسم بسیار میتونه تاثیر گذار باشه، بله، حتی روی شخصیت کودک ما که فکر میکنم شاید بسیار وقتها امروزه مادرها زیاد دقت نمیکنن به این موضوع، میگن که دیگه حالا ما اسم نام میمونیم، یک نام باشه که دیگه ویژه باشه و امروزی باشه. بله. بسیار خوب، تشکر از همراهی شما عزیزان همیشه همراه. میان برنامه داریم تقدیم شما و باز هم همچنان ما را همراهی کنید.
امروز دوستای خوب و عزیزان همیشه همراه، من دوستان بسیار خوب دارم و همراه اینها هستم امروز و بسیار افتخار میکنم و بسیار خوش هستم که در کنار کودکای هموطنم هستم و اینا اینقدر شیرین زبان هستن و اینقدر زیبا هستن که یک نمیتونم برایتان حد و حدود از بیرم مشخص کنم. یکی از رفیقه که بسیار خوبم حسنیه جان بود، درست است؟ نواگه حسنیه جان بود؟ چقدر اینا نازنین هستن. خانم رضایی، دنیای کودکانه یک دنیای بسیار زیبا است که وقتی که خوب دقت کنیم و ببینیم به واقعیت حیف این کودک ها هستن که دوران کودکی سخت داشته باشن یا خدای نکرده دوران کودکی داشته باشن که پر از خشونت باشه یا پر از بدرفتاری باشه که حتما قسم نیسته. البته خب ما فعلا در مورد حقوق صحبت میکردیم، حقوق کودکان، و بعد از اون باز بیایم انشالله در مورد تعامل با کودکان و رفتار کودکان صحبت کنیم. بسیار همالی، تشکر از شما. به خاطر اینکه حالا وقت برنامه محدود است، میخوام کنم خیلی تیتروار از بحث حقوق اشاره کنم. پس گفتیم که در اسلام بر اساس نگاه‌های متفاوت، در واقع ما روایات و حتی بحث آیات داریم و بیشتر اشاره کردم به اینکه در روایت ذکر شده که حق فرزند بر پدر مادرش است که نام نیکو بگذاره، خوب او را تربیت کنه. درست. و به صورت خاص تاکید شده اینکه قرآن بیاموزه. حالا ببینید، در کنار قرآن مقصود است که آن چیزی که لازم است برای سعادت و برای رسیدن به عبارتی هم آسایش دنیا و هم در آرامش اخروی. ببینید، قرآن رو به عنوان اینکه کتاب آسمانی ماست و هدایتگر است، لذا پس برای بخوایم یه خورده امروزی تر بحث کنیم، هر آن چیزی که برای رشد کودک، برای سعادت او و برای فلاح و رستگاری او لازم است، پدر مادر وظیفه دارن که زمینه آموزش او رو برای بچه خودشان مهیا کنن. این نگاه ما در مورد اسلام. یک بحثی داریم در خود کنوانسیون که اشاره شده، حقوق متعددی که اشاره کردم همون اول صحبت، ولی نکته جالب در بحث کنوانسیون نیست که 4 اصل ذکر شده. درست. که این بر اساس این 4 وظیفه داریم، یکی که منع تبعیض، تحت هیچ شرایطی کودکان نباید تبعیض در موردشون اتفاق بیفته. درسته. دوم بحث مصالح عالی است در مورد کودک. بله. بحث حق بر رشد، حق بر بقا، حق بر حیات است که بسیار بسیار مهم است. بله. و در نهایت حق شنیده شدن، یعنی اجازه بدیم که اطفال به اصطلاح نظرات خودشو بیان کنن که باز بحثن بشن. حق آزادی بیان مطرح میشه و حق این نکاتی که بحث حقوق است که در کنوانسیون هم اشاره شده. حتی این نکته بسیار مهمه، چرا که حال ببینی که مثلا پدر و مادرها یا حتی مثلا برادر کلانتر یا خواهر بزرگتر در داخل خانه این حق و اجازه را نمیده بده کودکان که مثلا ابراز نظر کنن یا گپ بزنن. تو یک گپ بزنن میگن ما کلانو هستیم، تو دیگه گپ نزن، بیشتر سر جد. این گپ هست ان شاءالله که دیگه کم کمی شنیده شون. حق شنیده شدن دارن. و در بحث روانشناسی نکته مهم است که شاید البته از ابعاد مختلف میشه خانم زهری رو بحث کرد، ولی شاید اگر جنبندگی کلی داشته باشیم اینکه بگذاریم کودکان کودکی کنن. بله. یعنی اجازه بدهیم شیرین ترین و جذاب ترین دوره عمر برای هر کودک، همون دوران طلایی، بهترین استفاده ها رو بکنه. چرا؟ چون میدانیم ما و شما کلان هستیم، همه بزرگترها، دوره کودکی همیشه به عنوان شیرین ترین و جذاب ترین دوره. چرا؟ چون کودک فارغ از همه غم ها و غصه هاست. حتی اگر در مورد یک کودکی ظلمی هم اتفاق بیفته، برداشت و نگرش او خیلی تاریک نیست نسبت به زمانی که پس بزرگترین حقی که بچه داره شاید ای باشه، طفل داره ای باشه، که اجازه بدیم کودکی کنیم. یعنی بودیم. اگر شوخی کردن، اگر خراب کردن، مثلا گاهی وقتا به عنوان یک تر، به عنوان یک کودک بپذیری و اجازه بدیم همون قسمی که هست رفتار کنه. نخواهیم از او که تبدیل به چیزی بشود که به عبارتی متناسب با تفکر ما باشه، متناسب با علاقه ما باشه، متناسب با او چیزی که ما فکر میکنیم صحیح هست. خودمون را ببینید، به خودمون این حق رو ندیم که او رو از او قالب او در بیاریم و در قالب خودمون قرار بدیم. اجازه بدیم کودکی کنه. یعنی غیر نگوییم بیشین نکو نرو به چه راحتی مشغول بازیم، کاملا آزاد مانعش هم نشه، دقیقاً بازی کودکی کنن. بله. بسیار زیبا. خب حالا که حقوق کودک مثلا بررسی کردیم و بسیار مسائل رو شما بیان کردیم که امروزه در جامعه ما که در کشور افغانستان می‌بینیم که ما بسیاری از مشکلات داریم در جامعه امروزی ما که متاسفانه این مشکلات جامعه ما به روی کودکان تاثیر مانده، یعنی روی رفتار بر کودکان تاثیر مانده. مثلا والدین خودشون اینقدر غرق مشکلات هستن، اینقدر در سختی ها هستن که دیگه تعامل با کودک و رفتار با کودک فراموش کردن. نمیفهمن که خب حالا من مثلا به عنوان پدر یک خانواده که در مشکلات هستم، عزیز من دست دادم یا مثلا فقر و بیکاری دارم،
حالا من به عنوان پدر خانواده چه قسم باید تعامل داشته باشم با کودکم؟ چه قسم باید رفتار داشته باشم؟ این که کودک است، این که نمیفهمه، این که به حساب حالا مقصر نیست، درست؟ خب پس در این مورد صحبت کنیم و بگوییم که کودک ها در این زمینه هیچ تقصیر ندارن. در جامعه و در زندگی هر مشکلی که هست تعامل والدین چگونه باید باشه؟ بله بسیار درست، حق با شماست. متاسفانه شاید البته با کمال تأسف حوادث اتفاقاتی که در جهان در حال وقوع هست، خصوصا بحث جنگ ها، بحث ناامنی ها و بحث اختشاشات و اختلافاتی که حالا در بین سران حاکمیت ها اتفاق میفته و بعد تأثیر او در همه ابعاد جامعه به خصوص در مورد کودکان تحقق پیدا میکنه، ایش متاسفانه در بسیاری از کشورها هست. ولی به صورت خاص و ویژه شاید بتوان گفت یک عده از مظلوم ترین کودکان در کلیت جامعه جهانی کودکان کشور ما هستند. یعنی به سادگی اگر حتی دیگه حساب سرانگشتی داشته باشیم، خانم ظهوری، کشور ما و مردم و مملکت ما سال هاست که رنگ و بوی امنیت رو به معنای واقعی درک نکردن، از ثبات هیچ بهره‌ای نبردن. تاثیر داره روی کودکان ما، یعنی کلانهای امروزی ما هم که کودکان مثلا دو دهه پیش ما بودن چون اون زمان کودکی نکردن، الان انسان بالغ سالمی نیستن، چون از بهترین و شاداب ترین و ارزشمندترین و تاثیرگذارترین دوره زندگیشون کمال استفاده رو نبردن، کودکی نکردن، یک عقده در دلشان مانده. حسن بر شما، حسن بر شما. خب ببینید، من سعی میکنم که به صورت خلاصه و البته بسیار بسیار کاربردی سه تا اصل رو در تعامل کودک بگم که قطعا برای عزیزان و بینندگان ما اجرا شدنی است. ببینید پیچیدگی نداره، خانم زوری کاملا قابل فهم است و انشاءالله اگر باور می داشته باشیم که به عنوان والدین وظیفه ما در قبال کودکمان، به عنوان امانت حضرت سبحان، به عنوان موجودی که پاک و معصوم به دنیا آمده و هر چیزی که در فطرت او هر رنگی که داده می شود اولین قدم در تربیت خانواده است، انشاءالله تلاشمان رو بکنیم که حق خودمون رو به عنوان والدین به شکل صحیح و درستی انجام بدیم. اما خدمت بینندگان عزیزم، اولین گزینه رو مطرح می کنم که بسیار بسیار مهم هست در تعامل با کودک. اولین گام و مهمترین گام است که بشناسیم که کودک چیست. کودک چیست؟ کودک چیست؟ کودکی چی اصلا؟ ببینید یک شعر بسیار معروفی است که از اشعار مشهور و معروفی است که منتسب است به مولانا که چون سر و کار تو با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید گشود. اولین نکته بدانیم و آگاه باشیم کودکی یک دوران خاص است. کودکان و بچه ها و اطفال ما، اگه ببینید هیچگاه تصور و تفکر خودمان رو، ولو که مثلا یک مادری ممکنه 20 ساله باشه، ولو یک برادر و خواهری ممکنه که 17 18 ساله 14 15 ساله باشه، وقتی با یک طفل 4 5 ساله مواجه میشه، فراموش، اولین گزینه فراموش نکنه که مقابل او یک کودک است. بشناسیم که کودکی زمان خاصی است، ویژگی های خاص خودشو داره. اگر آگاهی نداریم خانم ظهوری مطالعه کنیم. بله آگاهی پیدا کنیم که اینا چقدر میفهمن. عصر اطلاعات است و عصر آگاهی. اصلا بشو ببینیم چه چیزایی را میفهمن، چقدر میفهمن، نسبت به چه موضوعاتی آگاهی دارن، نسبت به چه موضوعاتی آگاهی ندارن. بله بله. نکته اول بسیار ساده میگم که قابل فهم باشه. نکته اول اینه که کودکان رو بشناسیم. نکته دوم با کودکان درک کنیم کودکان رو. ببینید مسئله بسیار مهم، الان مثلا فرض کنید این طفل در حینی که از او اسباب وسیله بازی بالا پایین میره میخوره به زمین، درست میخوره به زمین گریه میکنه. ببینید اتفاق متاسفانه من اینو بارها و بارها دیدیم خانم زوری بونمان، یعنی وقتی که این گریه میکنه مادر و پدر و نزدیکان به جای این که برن او رو بغل کنن، بچین سرت خورد به مثلا دیوار، پای اوگار شد، چی شد، چی شد، چرا هوش نکردی، چرا نگاه نکردی، چرا افتادی، چرا قدر شوخی میکنی. اصلا ببینید یعنی اصلا عدم درک، یعنی اصلا متوجه نیستی این طفل افتاد، باید شوخی کنه، در حین بازی کردن بود، از حقوق خودش است و حق او بازی کردن است. خب این افتاد به جایی که این هم درک بودن و همدلی کردن، اینه که بغل کن، باید اول بپرس چی شد، افتادی؟ ها جای درد میکنه، درام داره درک میکنه، متوجه هستم جای درد میکنه، سر درد میکنه، پای بچم بیا اینجا، مثلا اگر واقعا افتاده آسیب دیده ممکنه که این قسمتی زخمی شده باشه، خب بیا مثلا من برات بشورم، بیا فلان کن، بعد احساس امنیت، من هستم، اگه تو افتادی من اینجا هستم، من مراقبت هستم، من تو مواظبت میکنم، احساس امنیت به بده، نه اینکه او افتاده، طفل ما افتاده، هم درد رو داره، هم ترسیده به خاطر که از او بلندی افتاده، حالا پدر و مادر به جای هر گونه همدلی و به جای هر گونه درک کردن او رو مورد مؤاخذه قرار میدن. یه گاهی وقتا حتی خانم زوری متاسفانه دیده میشه که تنبیه میکنن،
من برات نگفتم نرو بالا، چرا رفتی بالا؟ چرا رفتی؟ من برات نگفتم شوخی نکن. خب شما گفتی شوخی نکن، شما یک آدم کلان بودی. شما یک آدم بالغ هستی، یعنی یک توقع نابجا داشتن از کودکایی که باید شوخی کنن. اصلا مثل که حالا با مثلا پیشوری اینا رو بگیریم و بگوییم که ندوین یا شوخی نکنین، این امکان پذیر نیست و حق اینا رو گرفتیم در اصل. اصلا به شما. پس نکته دوم همدلی کردن، و نکته سوم تلاش برای استفاده کردن درست از همه استعدادها. ما وظیفه والدین است که استعدادهای اطفالشون رو بشناسن. خیلی کار حیاتی و مهمی است. استعدادهای اطفال که شناختن، تمام تلاش خودشون رو در زمینه به عبارتی به نتیجه رساندن و به شکوفایی کردن او استعداد انجام بدن. بله. مشکل کجاست؟ من دقت نمی کنم در مورد طفلم، در مورد کودکم، مثلا مقایسه ها، تبعیض ها، عدم درک کردن ها. اصلا شرایط خانواده تو قسم نیست که اصلا مثلا خانواده بتونه زمینه مساعد باشه برای که بتونه استعدادهای کودکان رو پیدا کنن. دقت نمی کنم خانزوری، وگرنه مثلا در مورد والدین، من خودم به عنوان یک خانم اینو درک میکنم که مادر شناخت عمیق میتونه دقیقاً این اس یعنی ویژگی و توانمندی رو داره، ولی که آیا وقت میگذاره یا نمیگذاره، آیا توجه میکنه یا نمیکنه. بعد بدتر از اون چیز خامزوری ای که آیا آگاهی نداری میاد مثلا توجه نمیکنی، که متاسفانه اتفاق میفته که والدین عزیز ما استعداد و توانایی طفل خوده که نمیشناسه هیچ، اون چیزی که خود میخواهد، اون چیزی که برای خودش عقده شده، اون چیزی که خود دوست دارد رو میخواد به بهش تف تحمیل کنه. خود او دوست داشته که در مثلا از زمان کودکی علاقه بسیار زیاد باشه رسامی کنه، علاقه بسیار زیاد باشه که کلاس مثلا کامپیوتر بره، که فلان زبان یاد بگیره. حالا طفل او اصلا و ابد علاقه نداره، ولی تحمیل و فشار و اجبار که باید بره، باید به فلان کورس بره، باید فلان بله. یاد بگیره، درستم. باید فلان مهارت یاد بگیره، و یعنی که نمیخواد استعدادش تحمیل کرده و نادیده گرفتن حقوقشان. خب عزیزان همراه ما باشین تا اینکه شما یک وقفه ای هست میگیرین و میبینین، ما هم با کودکان کمک گپ بزنیم و صحبت کنیم. اللهم صل على محمد المصطفى وحسين الشهيد ومحمد المهدي عزیزان همیشه همراه و شما والدین عزیز، تشکر از همراهی گرمتون. تا وقتی که شما میان برنامه میدیدین، من همراه از یه بچه که بسیار نازنین گپ میزدم و صحبت میکردم. گفتی که بسیار خوش داری بازی کنی؟ بله. چند ساعت خوش داری بازی کنی؟ مثلا اندازه کافی. خب درس هم میخونی؟ بله. هم درس میخونی هم بازی میکنی؟ خب چقدر خوب. کجا در داخل خانه بازی میکنی؟ کجا میری؟ تو حیاتم. دولی برای بازی میری، بسیار خوبش، آفرین. خب عزیزان بیننده، در ادامه صحبت و گفتگو هم با شما عزیزان هستیم و خانم رضایی عزیز هم همراه ما هستن در رابطه با تعامل و رفتار با کودکان با شما والدین عزیز صحبت میکردیم. خانم رضایی میشنویم صحبت بسیار حساس و مهم هست و ما هم در جمع کودکانه و کودکای عزیز هستیم و میخواییم که نحوه رفتار والدین بررسی کنیم و بگوییم که بهترین نحوه رفتار با کودکان چه قسم است، با وجودی که حالا در داخل کشور ما مشکلات زیاد است، حالا با مشکلات زندگی و روزمره زندگی را کلش بانیم گوشه، و رفتار با کودک باید چه قسم و چه گونه باشه در هر شرایطی. ببینید خانم زوری، ما در بحث نیازها، ما انسان‌ها نیازهای متعدد و متفاوتی داریم. یک نظریه مشهور است در روانشناسی به اصطلاح نظریه نیازهای مزلو از آبراهام مزلو است، که اونجا تقسیم بندی میکنه نیازهای اولیه و ابتدایی، بعد طبقه به طبقه میرسه تا به بالاترین نیاز، به نیاز خودشکوفایی. بعد مزلو اعتقادش بر این است که در یعنی جدول به اصطلاح فرایند مراحل از ابتدایی ترین نیازها شروع میشود
به اعتقاد اوست که انسان‌هایی که در نیازهای اولیه‌شون تأمین نشند به نیازهای پله بالاتر و مرحله بالاتر نمی‌رسن. نیازها قدم اول نیازهایی که مظلوم مطرح می‌کنه نیازهای فیزیولوژیکی است، نیاز به غذا، نیاز به خوراک، نیاز به پوشاک، نیاز به مسکن. بله. در مرحله بعد میره نیاز به محبت، نیاز به امنیت و نیاز به توجه و احترام. یک واقعیت تلخی و چیزی که متأسفانه در مورد کودکان و اطفال سرزمین ما هست این که در بسیاری از موارد همونطور که شما هم اشاره کردید ممکن است خصوصا در این چند سال اخیر والدین متاسفانه توان تأمین حتی نیازهای فیزیولوژیکی و چایشان را نداشته باشند. بله بله. یعنی بسیاری از خانواده های عزیزان ما هستند در داخل کشور که برای تأمین حتی نیازهای اولیه خورد و خوراکی و چایشان مسکن و همون رفتاراشون تاثیر میمونه. خب من میگم که ما بیایم به این قضیه، خب بعد طبیعتاً این احساس ضعف، این احساس نگرانی، این حتی احساس ناامیدی ممکنه که در ذهن و روح و روان والدین تاثیر منفی بگذاره. گاهی وقتا خشونت ایجاد میکنه، گاهی وقتا احساس ناامیدی، گاهی وقتا حتی یک بعضی از والدین متاسفانه دست به اقدامات خودکشی میزنن. میگن که احساس میکنن که دیگه من به درد نمیخورم، من که نمیتوانم نیازهای بچه‌م رو برآورده کنم چیکونم. ولی ببینید، من میگم بیایم برخلاف اون چیزی که ما در نظر مظلوم داریم اصرار نداشته باشیم که الا و بلا طبقه به طبقه پیش بریم. گاهی وقتا ممکنه جهش کنیم و حرکت ما حرکت رو به بالا باشه. ویس کی ببینید، اگر امنیت در داخل کشور تامین نیست، یعنی اگر ما به عنوان یک پدر و مادر توانی رو ندارم که امنیت کلی رو در کل جامعه تامین بکنم. بله. ولی تامین امنیت در داخل خانه ام دست خودم است. با دیگه اون رو که میتونم انجام بدم. تشنج، اختلافات خانوادگی، تمام تلاشمون رو بکنیم خانم زوری. پدر و مادر تلاش بکنن که حالا که فضا خیلی محدود است، بله، حالا که امکانات کم است، حالا که مشکلات اقتصادی هست، حالا که فضا ممکن است ناامنی هایی در فضای اجتماعی باشه، حداقل چارچوب چهار دیواری خانه مانه امنیت و آرامشی برای طفلمون ایجاد کنیم که لااقل در این فضا احساس آرامش بکنه. بلد. سعی کنیم کمتر مشاجره بکنیم. بله، اگر جامعه نتونسته اقل با خانواده بکنیم، اختلافات خودمون رو کم کنیم. اگر به هر حال طبیعتاً تفاوت نگاه بین زن و شوهر وجود داره، اگر اختلافی هست اختلافات خودمون رو به بچه‌ها انتقال ندیم. جلوی روی بچه دعوا و خدای نکرده درگیری و مشاجره بین پدر مادر اتفاق نیفته. خانواده‌ها و بگومگوهای بین دو تا بیادر، کاکا و ماما و پدر الان و مادر کلان جلوی بچه ها دست بیکار. این اون امنیت داخل خانه از بچه های ما نگیرید. نکته بعدی است که ببینید، اگر بحث امنیت رو بذاریم کنار، توجه و محبت و احترام اینا چیزایی است که قطعا و حتما هر پدر و مادری در هر سطحی با هر تحصیلی با هر میزان اقتصادی که باشن قطعا توانایی رو دارن. میتونن. بله. پس لااقل نکن اگر دسترسی به یک سری از حقوق نداریم، یک سری محرومیت ها از توان ما خارجه، نمیتوانیم یک سری چیزایی رو تامین کنیم، همون اندازه‌ای که در توان ما هست دیگه او رو دریغ نکنیم. خدای نکرده، خدای نکرده، به جای توجه کردن، به جای محبت کردن، به جای احترام گذاشتن، نریم به سمتی که مثلا بحث جنسیتی مطرح بشه. یک مادری خدای نکرده دخترایشو بیشتر خواسته باشه، پسرایشو نخواسته باشه. بله. پسرایشو بیشتر توجه کنه، درستن. احترام کنه، به دخترایشو توجهی نداشته باشه. ببینید، یک بچه متاسفانه ما در حملات انتحاری در طول این سالها آسیب‌های جدی دیدن و حتی ممکنه که خدای نکرده بچه یا نقص عضو این قسم پیدا کرده باشه یا به خاطر مشکلات جدی که در بحث‌های تغذیه ما هست، در بحث به اصطلاح آلودگی‌های محیطی که در کشور ما ممکن است یک بچه اصلا ناقص به دنیا آمده، یک محدودیتی داره، یک معلولیتی داره، یک عیبی داره. نگاه پدر و مادر در ابتدایی ترین مرحله در خانواده اون نگاه تحقیرآمیز نباشه، احترام بگذاریم. خب مخلوق خداست و بر اساس یک شرایط ممکنه یک محدودیتی داره. یا حتی بچه ما کاملا سالم است ولی به لحاظ هوشی خیلی باهوش نیست، زیرک نیست. بله بله. مثلا در صنف اول نمره و دوم نمره، حتی تا دهم نمره هم نیست. بچه من معمولا نمراتی که در مکتب میگیره نمرات درخشان نیست، ولی از طرفی اینم این بچه بسیار مؤدب است، بسیار مهربان است، بسیار پشتکار داره. ببینید، به آنچه که دارد، به اون ویژگی های مثبتی که در وجود او هست توجه کنیم، به اونها به عنوان مخلوق خدا، امانت خدا در اسم، به اونها احترام بگذاریم. حالا در کنار ضعف های بچه من بپذیرم. درستم. این بچه من این ضعف ها رو داره، این اشکالات رو داره، توقع من در حد همون توانایی هاش تمام تلاش رو بکنم توانایی هاش بیشتر بشه، نقاط قوتش افزایش پیدا بکنه. بله. به او به دیده احترام بنگرم. خان زهری، مخلوق خدا، امانت خداست و خداوند در وجود او قطعا یک ویژگی مثبت قرار داده در کنار ضعف هایی هم که داره. لذا حداقل کاری که از ما برمیآید اینه که به عنوان والدین اگر متاسفانه در یک جامعه ای، در یک کشوری و در یک فضایی قرار داریم که خواسته یا نخواسته از حد توان ما خارج، یک سری محدودیت ها، یک سری کمبودها و یک سری نقایصی در کلیت جامعه ما هست، ما متاسفانه
متاسفانه فقر اقتصادی شدید داریم. دیگه در کشور ما بیداد میکنه. مشکلات فرهنگی به خاطر ناامنی ها، بنیان های فکری در کشور ما ممکنه که متزلزل شده باشه. بسیاری از امکاناتی رو که ممکنه که حداقل ها مثلا فضای سبز برای بازی، متاسفانه نداشته مثلا باشن. مثلا سینما یا موارد دیگه که ممکنه طفلای ما نداشته باشن و از اینها محروم هستن. با وجودی که اینا نیاز دارن، اگر دقیق زمینه ها محرومیت داریم و در توان ما نیست، اون چیزی که در توان ما هست دیگه کم میشه. حداقل محبت که در توان ما هست، توجه که در توان ما هست. من میگم چقدر فرصت داریم که من از کودکای عزیز میخوام یک سوال داشته باشم، ببینم که اینا چی میخوان یا چی جواب دارن. فرصت داریم که بتونیم یک چند تا سوال پرسان کنیم از کودکای عزیز ما. خب یک سوال داشتم. به عنوان یک کودک در روز جهانی کودک چی گفتنی داری برای یک کودکایی که شما را میبینن امیاله؟ این طرف بکن ریتا، این طرف بکن. چی گفتنی داری برای کودکا؟ همیشه دوست دارم شاد باشی، سلامت باشی و خوشحال و خندان. آفرین، خدا چقدر آرزوی خوبه کرد برای کودکان. اینا چقدر ولی که میگم بر اساس تینت پاکشان. دقیقاً، ولی ما فکر نکنیم سنشان کم است، نمیفهمن، ولی بسیار چیزا را اینا متوجه هستن و میفهمن. خب خودت بگو چی گفتنی داری برای پدر مادرت، برای والدین که میبینن امیال روز کودک هست و برنامه را میبینن، برای پدر مادر چی گفتنی داری؟ چی توقعی داری از پدر مادرها؟ همیشه خوشحال باشن و خندون و شما رو دوست داشته باشن. اما دیگه همون که پایی که الان گفتین که حداقل میتونه که محبت داشته باشین، حداقل که میتونیم لب ما خندان که بله. باشه بله. یک لب پر از خنده رو ما هدیه بدیم به فرزندان ما اگر دست ما خالص بچشیم. کاملا درست. بله. بسیار عالی. ما فرصت داریم و ادامه بدیم. یک سر دقیقه دیگه فرصت داریم و یک جنبندی کنیم. بسیار عالی. در روز جهانی کودک قرار داریم پانزوی، در روزی که بر اساس نگاه جهانی تاکید بر این شده که دولت‌ها در این روز توجه ویژه به حقوق کودک، به خود کودک داشته باشند، وضعیت کودکان رو در کشور خودشان مورد بررسی قرار بدن، آسیب‌ها آسیب شناسی کنن، مشکلاتی که وجود داره رو بررسی کنن. و خواهشم در وهله اول قطعا والدین بود، توصیه‌هایی به والدین داشتیم، ولی به صورت خاص می‌خوام که یک صحبتی هم با مسئولین و با به عبارتی کسانی که دستن در کار مربوط به امورات کودکان هستند، کسانی که مؤسسه ها و نهادها یا او دسته از مراکز مثلا در بخش معارف ما که مشخصا با کودکان و با اطفال سر و کار دارن، او دسته از عزیزانی که مربوط به در قسمت های رفاهی، در تامین نیازهای فرهنگی در سطح کشور مسئولین امر هستند، ما تقاضای می که نیاز اگر که به دنبال ترقی، به دنبال توسعه و به دنبال پیشرفت هستیم در کل وضعیت جامعه، همزوری قطعا و حتما به عنوان یک چشمنداز طولانی مدت اصلی ترین وظیفه ای داریم. از آنجایی که کودکان امروز آینده سازان فردا هستند، اینها هستند که فردا مدیران و مسئولان و مهندسان، انجینرها و دکترای آینده ای ما را، حتی دولت مردای آینده ای ما را، حتی سیاستمدارای آینده جامعه ای ما را شکل میدن. اگر قرار است هر چیزی را، یعنی دورنمایی که ما برای پیشرفت و توسعه برای 20 سال آینده ای در کشور در نظر داریم، قطعا اون دورنما را در ابتدایی ترین حالتش باید امروز برای کودکان امروز ما سرمایه گذاری کنیم. اگر به دنبال این هستیم که سطح شادمانی، همونطور که بچه‌ها دیدید که بس همه تاکید بر خوشحالی کودکان خودت چقدر مقبول گردن، اگر به دنبال این هستیم که یک جامعه شاد، یک جامعه با به عبارتی رفاه نسبی داشته باشیم که خوشحالی در بین افراد جامعه وجود داشته باشه، خدای نکرده اضطراب و افسردگی و ناامیدی نباشه، سعی کنیم احساس شادی و شادمانی رو در حد توانمون، ما انتظاری نداریم که به عنوان یک کشور جهان سومی، به عنوان یک کشور فقیر دسترسی داشته باشیم به او امکانات و به او تسهیلاتی که در بقیه کشور هست، نه، ولی حداقل توانی رو که داریم به بهترین شکل استفاده کنیم و تلاش کنیم در راستایی که واقعا اون شادی رو بدونید که بچه‌ها به کم قانع هستن. بله. شادی بچه‌ها نیاز به عوامل و دلایل بسیار بسیار پیچیده نداره. بله. بچه‌ها با یک لبخند راضین، با یک توجه، با یک محبت. دیدید که شما مثلا هر از چنگایی که دست می‌کشیدید به صراحت همون لحظه به شما پاسخ می‌دادن، می‌خندید، بله. خوشحال میشن. پس بنابراین خواهشم از همه عزیزان ایست که همه، یعنی به عنوان یک عزم ملی در تک تک ابعاد جامعه، هر کسی در هر حیطه‌ای که مسئولیت داره، تلاشش این باشه که انشالله برای افق روشن، برای ترسیم یک آینده خوب برای جامعه افغانستان تلاش بکنیم که کودکانمان را بشناسیم،
کودکانمون رو درک بکنیم و زمینه رو برای رشد و توسعه همه جانبه برای کودکان انشاءالله فراهم بیاریم. خب تشکر میکنیم از استاد رضایی که امروز کارشناس برنامه ما بودن. خانم رضایی تشکر و سپاسگزار هستیم از صحبت‌های شما و از اینکه به هر حال در روز جهانی کودک و همراه با کودکای عزیز در موردشان صحبت کردیم و گفتگو کردیم. و شما عزیزانی که تا این لحظه همراه ما بودین، از شما هم جان سپاس. در روز جهانی کودک در مورد کودکان با شما عزیزان گفتگو و صحبت کردیم و از بین کودکان عزیز همراه شما بودیم که لحظات بسیار خوب بود و بسیار لذت بردیم. امیدوار هستیم که شما هم که در خانه محیط گرم خانه ایتان کودکانی دارین، از کودکانشان و دنیای کودکیشان شما هم لذت ببرین. تشکر از همراهی گرم همه شما. شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدارتون.